بازی انتخابی چمپیونات جهان با عرض سلام به شما تماشابینان عزیز، هواداران و علاقمندان سرشماری فوتبال، علاقه از لحظه‌های اولی این نوار را احساس کردید که امروز در کشور ما مسابقات نوبتی فوتبالی میدان می‌گیرد. است استودیوی سیار تلویزیونی ولایت سوخ در ورزشگاه بیستومگی استفاده دولتی جمهوری تاجیکستان واقع در شهر خوجند گذاشته شدند. ما گزارشمان را از این میدان زیبا از آخری نوعی دسته تاجیکستان و کره شمالی در دوره چمپیونات جهان آید به فوتبال در سال 2014 منظوری شما میکنیم. دوستان ارجمند، مخلصان فوتبال، امروز واخری های آخرین مرحله سیومی بازی های چمپیونات جهان میان دسته های قاره آسیا برگزار می شود. در دایره همین مسابقات باشکوه تیم ملی فوتبال جمهوری تاجیکستان در میدان خود دسته منتخب کره شمالی را قبول نمود. علاقه 3 ساعت قبل از آغاز بازی در ورزشگاه کلانترین مملکت دیگر جای نشست نمانده بود و بیش از 7000 نفر مخلص امکانیت تماشای این بازی را
پیدا کرده نتوانستند. و شما رو دوستان ارجمند به حیات هر دو دسته، هر دو دسته بهترین قاره آسیا آشنا می‌سازیم و نخست دسته مهمانان جمهوری کره خلق دموکراتی. تحت رقم یکم دروازه‌بان لی میون گوک، رقم دو ری خیون مو، رقم سه یان سون خیوک، رقم چهار کاپیتان دسته پاک نام چول، رقم هفت پاک سونگ چول، رقم هشت ری چول میون، رقم دوازده یون کوان ایک، رقم نوزده یان کوک چول، رقم بیست ری کوان خیوک و رقم 22 پاک سونگ چول. سرمربی دسته کره شمالی یون جون سو. دوستانی ارجمند، مخلصانی سرشماری فوتبال، فوتبال بازانی دسته منتخب تاجیکستان در اکران تیزرهای شما با لباسهای سرخ و دروازه آنها از طرفی چپ است. مهمانان دسته کره شمالی از طرف راست با لباسهای سفید امروز هنرنمایی میکنند. اکنون من شما را به هیئت دسته منتخب تاجیکستان این لحظه آشنا میکنم. زیر رقم یک دروازه‌بان علیشیر تویچیف، زیر رقم سه صاحب سوان قلوف، رقم چهار الکسی نیماتف، رقم شش دوران ارگاشف، رقم هشت محمد علی صادقف کپیتانی دسته، رقم نه نوردین دورانوف، رقم ده جانگیر جلیلوف، رقم یازده فرهاد تایرف، رقم دوازده فرهاد وافیف، رقم هجده فتولو فتولویف، رقم بیست و یک اعتم همراه خلوف. سرمربی دسته کامل اسپاخویچ که مدتی 17 روز است که با دسته منتخب تاجیکستان کار میکند. همچنین داوران زیرین امروز در این بازی تعیین شدند. سردار مسابقه محمد بچر الدفسری 30 ساله از کشور قطر، یاوران او احمد یاسیر مراد و فارس الشمری هر دام از دولت کویت، داور احتیاطی محمد حمیس الخبری از دولت قطر، ناظر داوران الاحمد الطریفی. و این لحظه وضعیت خوفناک در نزد دروازه مهمانان و هجوم خیر هم زیبایی دسته منتخب تاجیکستان بود. و همچنین کمیسر بازی امروزه جایسورو دل سیلوا از کشور شریلانکا. واقعا بازی خیلی جالب است. از آغاز دقیقه های نیمه اول قوازمایی مشاهده می شود که صاحبان میدان البته تلاش دارند که نخوص شده برتری را به دست بیرند و حالا از نیمه راست جهانگیر جلیلوف مراتبه دویم در بای کنجی بذارد. امکانیت باز برای فوتبالوازان تاجی خیلی مساعی بود و اینجا فرهاد واسیوف یکی از لگیانهای تیم ملی فوتبال جمهوری تاجیکستان که در حیات کلوب شینیکی یاروسلاولی فدراسیای روسیه فعالیت میکند و امروز الکای از آغاز دقیقه های اول برتری را فوتبال بازان تاجیک به دست گرفتند. و هجوم جوابی تیم کره شمالی از نیمه راست و پاک سونگ چول و هجوم زرد یکی و اینجا باز نفر نیست که به محافظتگر صاحب سوواقلوف کمک کند. پاک سونگ چول توپ را بر ری چول میون هوا میدهد و از نیمه راست چون همیشه تحت رقم دوازدهم یون کوان ایک در هجوم است. و اکنون باز ببینید که در جریان بازی امروز از هر دو جانب کوشش بر علام مشاهده می‌گردد و این امکانیت برای فوتبال بازان تیم کره شمالی بود و اینجا یاور داور نیز اشاره نکرد و قریب بود که خودی دروازه‌بان به اشتباه راه دهد و اینجا دروازه‌بان علیشیر کوچیر گمان داشت که البته این دو نفر بازیگر تیم کره شمالی در حالت آفسایدند ولی همه از روی قاعده است طوری که داور کنار چپ میدان اشاره میکند. و بازی جالب را الکای خود احتم همراه قلوف، محمد علی صادقوف، نوریدین دورانوف، فرهاد واسیوف با وجود آوردن. جهانگیر جلیلوف نیز دو دفعه ضربه کنجی زد و امکانیت خیلی مساعد را با وجود آوردن. بازی واقعا جالب است و حالا هم احتم همراه قلوف
به هجوم میگذرد و توپ از میدان بیرون میگردد. و امروز واقعا در جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند عید فوتبال است. بیش از 25000 نفر مخلص برای تماشای این بازی به ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به شهر خوجند تشریف آوردند و از روی اطلاع بیش از 7000 نفر مخلص دیگر بیرون از میدان. ببینید که این فضای ایدانه است و امروز تمام مردم جمهوری تاجیکستان انتظار پیروزی مظفریت تیم ملی کشورم و بعد به فعالیت شروع کردن یکی از مربیان ورزیده بوسنیا کمال الاسپاخیچ، باز امید داریم که فوتبال کشور رشد می‌یابد و تیم ملی جمهوری تاجیکستان است در مسابقات سطح بین المللی، یعنی در مرحله سیومی بازی های انتخابی جام جهان 2014 موفق می‌گردد. و از مرحله های اساسی آمادگی، از همان تیاری که در کشور ترکیه به انجام رسانیده شد، این لحظه در این دقیقه های اول مشاهده می‌گردد که فوتبال بازان تاجیک مسئولیت بیشتر به دوش دارند. بله، واقعا هم شما درست قید کردید که امروز در کشور ما در حقیقت تحولات فوتبال دیده می شود، زیرا بعدی به دسته پامیر دوشنبه باری نخوص چونین تعداد مخلصان امروز به ورزشگاه بیسالایی سلطنت جمهوری تاجیکستان واقع در شهر خوجند تشریف آوردند و در حقیقت هم ریاست نوی فوتبال تاجیک در همکاری با فدراسیون فوتبال ولایت سوخت تشویق و ترغیب را خیلی هم خوب به راه ماندند. این از آن شهادت می‌دهد که چقدر باز مخلصان امروز از این ورزشگاه بیرون ماندند. اینجا حالا هجوم فوتبال بازان دسته منتخب تاجیکستان و هجوم ادامه می‌یابد. الکسی نعمتوف و توپ از میدان بیرون برآمد و هرچند که چند روز هوا در این قسمت کشور بارانی بود، ولی امروز ببینید هوا خیلی هم خوب است، آفتابی است و در حقیقت هم برای برگزاری چنین یک واخوری سطح بین المللی خیلی هم موفق است. و در میدان تنیسی که در حدود خود ورزشگاه واقع است، علاقه مخلصان است در کنار ورزشگاه این بازی را تماشا دارند و از نیمه روز و امروز دیگر جای نشست نمانده است. این از آن شهادت می‌دهد که فوتبال در مملکت البته سال تا سال روش می‌یابد و امروز توجه مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان است برای روش فوتبال است، برای بیشتر جلب گردیدن نسل نوروز و دریافت چهره‌های لیاقتمند و دعوت خود مخلصان و هواداران و دوستداران فوتبال. واقعا امروز جشن فوتبال است. ببینید که چه نظام و ترتیب، یک شرکت فعالانه، کمیته تدارکات نیز برای برگزاری این مسابقات کارهای اساسی و ضروری را به سامان رسانیده است که ببینید در رفت این بازی و عموما از نظام و ترتیب درست مخلصان سرشمار واقعا کس حلاوت میبرد. این شایسته افتخار است و باشد که در منبعه چنین مسابقه های سطح بانفوذ در مملکت برگزار گردند و چنین چهره ها و باز پدیده های لیاقتمند به میدان آیند و ما توانیم که از حساب آن همان چهره های با هنر هیئت تیم ملی کشور، جوانان و المپی و نورسان و باز تیم های فوتبال مملکت را پرقوتر نماییم. بله، در حقیقت هم چنین که شما میدونید علاقه دسته تاجیکستان در چند بازی اشتراک کرد و قسمت آمادگی را دسته منتخب تاجیکستان زیر راهبری سرمربی نو از بوسنیا کمال الاسپاخیچ در جمهوری ترکیه گذراند و باید بگیم که واخوری یکم را، واخوری سنجش را دسته منتخب تاجیکستان با دسته شورتان از لیگ اولی جمهوری ازبکستان گذراند. هرچند که این بازی و فایده دسته شورتان انجام یافته باشد هم، ولی فوتبال بازان تاجیک خیلی هم از سنجش مهم در این بازی ملکه خوب برداشتند و همچنین باز واخوری دیگر را دسته منتخب تاجیکستان در همین کشور با دسته نیسرو از کشوری مولداو گذران که در این واخوری نیست دسته منتخب تاجیکستان با نتیجه نچندان فرقوننده مغلوب شد و در ختم بازی امروزه امکانات خوبی آمادگی دسته منتخب تاجیکستان
بهر اشتراک در مسابقات جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا که در شهر نوپال از 8 تا 18 مارس شده میگذرد. و آزمایی هر دو دسته البته جالب توجه هست و خاطر رسان میکنیم که در مرحله سیوم بازی های انتخابی چمپیونات جهان باز امروز در گروه آ تیم منتخب جمهوری مردمی چین با اردن، عراق با سنگاپور تو آزمایی میکند. در گروه ب کره جنوبی با کویت و امارات متحده عرب با لبنان. در گروه دیگر باشد استرالیا با عربستان سعودی، عمان با تایلند و در گروه آخرین جمهوری اسلامی ایران با قطر و بحرین با اندونزی. رقابت هر دو دسته از آغاز دقیقه های اول نیمه یکم این بازی بر الان مشاهده می شود که خیلی جالب است. تیم منتخب فوتبال کشور بعد با کار شروع کردن مربی ورزیده بوسنیا کمال الیسپاکیچ، البته ما در حیات دسته نیز تغییرات مشاهده میکنیم، چه میان دروازه‌بانان و چه میان بازیکنان خط دفاع و نیم حافظت که آنها را در جریان مسابقه باز به شما معرفی میکنیم. هجوم تیم کره از نیمه راست میدان یانگ میون این بعد ما ببینیم که در اینجا باز قریب تیم حافظت در آن به خطا بیاورد و این دفعه باز الیشر پیچیف دروازه را از گل امین داشت. وگرنه در چنین حالت علاقه پاک سونگ چول آماده بود که با دروازه‌بان قریب یک به یک برآید و نباید با چنین سهلنگاری راه داد و باید مسئولیت بیشتری به دوش داشت که هر فرصت هر یک لحظه ماهرانه البته با ایما و اشاره یکدیگر را خوب فهمید و در آغاز کمبینیشن نیست باید همه یکدلانه با دست و دل گرم تلاش ورزند. این از البته مهارت و ملکه و بعدا موفقیت به دست خواهد آمد. بازی دست جمعی است فوتبال و یک اشتباه یک نظری نفر میتواند که کره تمامی بازیگران و مربیان برپا دهد. اینجا باز وضعیت مشکل برای محافظتگران تیم کره شمالی رین خیونگ مو و آن سونگ کیوب. احتم همراه قلوف که در بازی امروزه در خط پیش بازی میکند خیلی خوب هنرنمایی دارد و باز فرهاد که تحت رقم 12 هم بازی میکند و ما مشاهده میکنیم که فرهاد چی در خط دفاع و چی در خط پیش کوشش میکند که با همدستگانش کمک نماید و این یگانه لگیونر از تیم ملی کشور است که این زمان در تیم شینی که یاروسلاو فدراسیون روسیه بازی میکند و امروز البته باز هنرش نیز شایسته تحسین است. و عامل اساسی روشی فوتبال در مملکت این دعوت مربیان ورزیده است و از این خاطر رهبریت تازه انتخابی فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان است تصمیم گرفت که مربی ورزیده بوسنیا کمال الیسپاکیچ را با تاجیکستان دعوت نماید و این امینیم که یک موفقیت مظفریت و در رشد فوتبال کشور این مربی ورزیده در جمهوری تاجیکستان سهمی ارزنده میگذارد و تیم ملی کشور بعد توصیه های سودمند این مربی ورزیده باز به نتیجه های شایسته نایل خواهد گردید. بازی امانه ادامه دارد و دقیقه 12 هم سپری می شود و از هر دو جانب تلاش کوشش بر الان مشاهده می شود. فوتبالبازان تاجیک نیز توانستند که دو دفعه خط دفاعی تیم کره شمالی را به آسانی رخنه نمایند و همچنین جهانگیر جلیلوف دو دفعه که ضربه کنجی زد بود امکانیت را برای فرهاد و نوردین و کاپیتان دسته محمد علی صادق به وجود آورد. و اگرچه بازی چنین جریان گیرد و این معمول است که در فوتبال نفر 12 این مخلص است و امروز ما افتخار از آن میکنیم که فضای آزاد و آباد تاجیکستان صاحب استقلال با تیم ملی کشور امکان فراهم آورده است که مشغولیت های آمادگی را بیرون از مملکت برگزار نماید و امروز تعداد مخلصان البته حد و کنار ندارد و امروز دیگر جای نشست نیست و واقعا تنتنه ایدی باشکوه فوتبال است و این مسابقه بین المللی باری دیگر مسئولین را وادار می سازد که مسئولیت بیشتر داشته باشند و هجوم تیم کشور احتم همراه قلوف و از نیمه راست توپ را به فرهاد طاهر و فرهاد طاهر اکنون این دفعه باز فوتبالبازان تاجیک کمی بس سر راسته مده راه دادند و این کمبیناسیه به نتیجه انجام میابد بعدی کوششی یان میون ایل. هجوم تیم کره تحت رقم 20 ریک وان خیون
و اکنون باز از مرکز میدان انا همون محافظتگری که ما دو دفعه معرفی کردیم یانگ سونگ خیوک توپ را به نیمه چپ و این دفعه باز مهمانان نتوانستند که این کمبیناسی را ادامه دهند توپ از میدان بیرون می شود و در حقیقت توجه خود مسئولین صحه و کارهای به سامان رسانیده مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان الکای در دوام یکونی ماه ثمره دلخواه به بار آورده ایستاده است و امروز این بازی جالب خیلی مخلصی زیاد دارد و واقعا برای برگزاری مسابقه های مختلف بین المللی البته ورزشگاه و خود میدان های ورزشی کشور آمادند و ما امینیم که در منبعد چنین مسابقه ها و باز واخوری های رفیقانه میان تیم های کشورهای همجوار و کشورهای اروپا و آسیا برگزار خواهد شد. بازی همانا ادامه دارد، دقیقه 15 هم شروع گردید و تا کنون حساب کشاده نشده است 0-0 و مهمانان به هجوم میگذرند و یانگ کوک چول توپ را به همدستش پک سونگ چول در خط پیش بازی میکند و باز در این جریان ما او را در خط نیمه حافظت مشاهده میکنیم. هجوم تیم ملی کشور فرهاد زود توپ را به همنامش فرهاد واصف هم میدهد و اکنون از نیمه چپ باز فرهاد تلاش میکند و الکای فرهاد طاهیروف با فرهاد واصف توانستند که به جریمگاه تیم کره شمالی نزدیک گردند و این دفعه باز آن همان محافظتگری با تجربه تیم کره شمالی یانگ سونگ خیوک این وضعیت مشکل رو به آسانی برطرف میکند. دوستان ارجمند، باید گیم که این چند بازی که دسته تاجیکستان با دسته نامداری قاره آسیا گذران بسیار این دسته ها اون دسته هستند که در چمپیونات جهان در بازی های المپی با نتیجه های بلند شرف یاب گردیدند. از جمله این دسته که امروز از کره شمالی بازی میکند سالی 1966 تاسیس یافته، سالهای 70-94 در دو این چمپیونات جهان یعنی راحت نگرفته است و بعدا این دسته سالی 2010 در گروه خود مقام چهارم را اشغال کرده است و عموما این دسته در بازی های المپی نیز چندین مرتبه برای به دست آوردن یک جای بلند پیشکر حال هجوم فوتبالبازان تاجیکستان و توپ از میدان بیرون برآمد و باید گویم که یعنی امکاناتی که امروز به فوتبال تاجیک به دسته منتخب فراهم آمد این اشتراک و هنرنمایی با چنین یک دسته های نامداری قده آسیا امکانات خوب برای پیشرفت فوتبال کشور آورد و امروز با تشبث فدراسیون جمهوری تاجیکستان در استراحتگاه سابق یا مشقگاه دسته پامیر دوشنبه اکادمی فوتبال تاسیس یافت و فکر میکنم تاسیس چنین یک اکادمی برای یعنی تیار کردن فوتبال بازان نوراس کلام این کارات خوب است و حالا با توپ فوتبال بازان تاجیکستان فتولایف بود و اینجا توپ بالا از میدان بیرون برآمد و این لحظه باز فوتبال بازان دسته منتخب تاجیکستان توپ را به باز میاندازند. اکنون چنین امکانات را حالا باز تشکیل لیگ فوتبال در مملکت و همچنین تشکیل گروه های نف در نزد مکتب های ورزشی در شهر و نایوی مملکت با آماویت و پیشرفت فوتبال در کشور تکانی جدی خواهد داد و فوتبال امروزه نیز در ولایت سوخت نشان داد که در حقیقت هم دوستداران این ورزشی در حقیقت رقم یک در عالم در این قسمت کشور خیلی هم زیادند. گروه ایجادی اداره جوانی ورزش و سایه شبکه اول از روز 26 در این قسمت کشور ما بودیم. در تمام خیابان ها
با عکس های فوتبال بازان و دیگر شعار اوویزه ها در خط این شهری باستانی را باز هم یک سیمایی ادامه داده بود. و حالا باز با تو فوتبال بازانی بسر منتخب تاجیکستان فتولا فتولای و طرف چپ میدان بهترین امکانات او باید به مرکز و صد افسوس اینجا به خطاگی راه میدهد و مهمانان اینجا به توپ صاحب میشوند. ریچو نیون و فکر میکنم یک کمی اینجا قایده بازی ویران کرده شد و مهمانان ری وانگ که این لحظه توپ رو با دستش به بازی میاندازد و اشتراکی حالا پیش از بازی که ما بیشتر قید کردیم اوید اشتراکی دسته منتخب در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا باز یک سنجش دیگر برای دسته منتخب است و عموماً ما با همکارم علی جان چندین مرتبه اویدی یعنی دعوت مربیان خارجی در گزارش‌های مختلف خود صحبت داشتیم و امروز نیز با در حقیقت کوشش‌های فدراسیون فوتبال مملکت امروز چنین یک مربی دعوت شده است و اکنون برای بهتر انتخاب کردنی فوتبال بازان سلکسی در حقیقت فوتبال بازانی لیاقتمند از تمام شهر و ولایت های مملکت از تمام دسته ها باشگاه ها با هیئت دسته اساسی باز هم یک امکانات خوبی فراهم آمد و دیروز در نشستی نیز چنین سوال ها از طرف روزنامه نگاران با این سرمربی نو داده شدند و او ابراز نظر کرد که در خط او در نقشه دارد که بعد اشتراک در بازی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا حتمی در هیئت دسته حالا با تو باش بودیم آزانی دسته منتخب تاجیکستان و اینجا نورالدین دورانوف از مرکزی میدان است و جانگیر جلیلوف فتولا فتولایف بهترین امکانات محمد علی صادقوف کاپیتان دسته منتخب هجوم ادامه می‌یابد یک ضربه خیلی مناسب ولی اینجا باز فوتبال بازی دسته تاجیکستان یک کمی به توپ رسیده نتوانستند. اکنون جوابان پاک سنگ چول اولو هجومی دسته منتخبی خیر را از طرف چپ میدان آغاز کردند. علی جان دقیقه 20 بازی است حساب شده نشده است 0-0. از رفتی تو آزمایی نیمه اول برمی آید که امروز برای تیم ملی کشور که چنین مخلصان و سرشمار جمع شدن البته پیروزی موفقیت شما با هوا ضرور است و امروز باید که خاطر بیش از 25,000 نفر مخلصی که در این ورزشگاه اشتراک دارند و تعداد زیادی مخلصان بیش از 7,000 نفر دیگر بیرون از ورزشگاه هم شاد کرد. امروز باید هر یک عضو تیم ملی کشور این را درک کند که تمام مردم جمهوری تاجیکستان و علاقمندان و دوستداران فوتبال تشنه پیروزی، تشنه مظفریت و کامیابی تیم ملی کشورند و باید این را هر یک عضو تیم مملکت با درک بلند مسئولیت احساس کند و پیوسته تلاش نماید که سهم خود را در پیروزی، در مظفریت و در بازی جالبی تیم ملی کشور گذارد. و حالا فتح‌الله نه دلشاد رسیوف لیگیونر از کلوب فوتبال شینیک یاروسلاول چند دفعه ما ایشان رو به شما معرفی کردیم و این فرصتی هست که باز از نتیجه بازی های پنجم رسیده گروه اس دسته های قاره آسیا ما یادآور شویم و در این گروه تیم جمهوری ازبکستان در زینه اول است و تیم ژاپن در مقام دوم، کره در زینه سوم و تاجیکستان در زینه چهارم. فرهاد فتح‌الله حالا به هجوم میگذرد از نیمه راست و این قدر محکم ببیند حکم اکنون کمه ببیند که کوشش مشاهده میگردد و هر یک کمبیناسیا هر یک عمل و حرکت خود فوتبال بازان بر علا احساس میشود. اونها خط دفاع را به آسانی رخنه میکنند ولی مقصد خود را نمیتوانند که در نهایت کار به انجام رسانند و این البته از زیبایی فوتبال است. امروز از دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و ببینید که مخلصان سرشمار نیست تشنه چنین آزمایی های جالبند.
ولی چون اینجا باید یک چیز را ابراز نظر کرد که علاقه یعنی در همین هجوم های دسته منتخب تاجیکستان در لحظه های اول یعنی استفاده خوبی پس های یعنی دادن توپ به یک دیگر و تشکیل یعنی هجوم چندی مراتبه حالا در نزد دروازه مهمانان از آن شهادت میدهد که یعنی این مربی که حالا دعوت شده است در حقیقت هم در این وقتی بسیار هم کوتاه علاقه تغییرات در تکتیکای تکنیکای دسته منتخب بر علاو احساس میگردد و ما امید داریم که اگر چنین کار را فدراسیون تا آخر این سال با این مربی در حقیقت شرطنامه اگر بسته شده باشد در حقیقت هم در فوتبال ما مخصوص در یک دسته منتخب پیشروی زیاد در نظر است. بعد چنین توجه بعد اشتراک فعالانه مخلصان سر شمار البته باز مسئولین رو می باید که باز مرحله های از این هم مرکب و از این هم مشغولیت های بازآموزی رو پیوسته بیرون از کشور برگزار نمایم و ملکب و تجربه تیم ملی کشور امینیم که از این هم باز بلندتر و بیشتر می شود. احتم همراه خلوف بیاری تاجری تیبی نیوز داشت و دفتری دسته فاروق عوضوف به او کمک کرد و بازی همانا ادامه دارد. خاطرسان می نمایم که مرحله سیومی بازی های انتخابی چمپیونت جهان یعنی دسته های قاره آسیا ششمی دویوم سنتیابر مدارد برگزار گردیدن و حالا حجوم تیمی کره شمالی بود و اینجا کپیتانی دسته محمد علی صادق و توبرو زده از نیمه میدان خود برطرف میکند ولی باز حجوم تیمی کره همانا ادامه میابد و از نیمه روز چون همیشه پک نم چال کپیتانی دسته کمبینیسی جوابی را سازمان میدهد و او هم دستش ری چال میان کمک میکند. وضعیت مشکل تو هنوز از نیمه چپی میدان از جریمگاه تیم ملی کشور رفت نگردیده است و جهانگیر جلیلوف را باید که کنون جهانگیر که برسید و نوردین دورانوف نوردین بسید پیش حرکت میکند باید که باید نفر دیگر رو بله چون این باید بود اکنون و این دفعه این کنی صدن در صد برای فرهاد طاهر بود و این کمکوبی ها با افتخار هنری بلندی فوتبالبازان تاجیک واقعا مخلصان سرشمار نیست پزمان چنین بازی جالبند و امروز علاقه فوتبالبازان تاجیک از آغاز کمبینیسی خود جهانگیر جلیل و بعدن نوریدین دوران و نوریدین نیز احساس کرد که علاقه فرهاد طاهر جای خود را درست اشغال کرد و سراسیمه بار توپ را به فرهاد طاهر هوا داد و در حقیقت درست بود و این حالتی که ما مشاهده کردیم خیلی جالبی توجه بود و فرهاد طاهر ضربه زد کم بلندتر توپ از تیر دروازه از میدان بیرون شد و حالا هجوم تیم دسته کره شمالی تحت رقم 12 چون همیشه جان کوان ایک بازی میکند و اکنون فوتبالبازان تاجیک باز این دفعه یکدیگر را درست فهمیدند و این وضعیت را الکسی نیماتوف محافظتگر تیم ملی کشور از دسته رگرتادازی شهر تورسونزودا برطرف میکند و مهمانان باز توپ را به بازی میدارند تکنم چول و دروازه‌بانی با تجربه تیم ملی کشور الیشر کویچیوف از دسته استقلال شهر دوشنبه آزادانا با توپ صاحب میگردد و اشاره میکند که البته باید از این فرصت از این فضای به وجود آورده مخلصان سرشمار باید استفاده کرد و با دست و دل گرم پیوسته تلاش نمود که نخستین شده اولین شده حساب بازی را کشایند و حالا هجوم کننده تیم دسته کره شمالی در حالت آفساید غیر قاعده بود و از این خاطر یاوری داوری کنار چپ نیست بیرقچه خود را میبردارد یان میون این و رقابت دسته های گروه اس طوری که اطلاع دادیم اولین بازی دسته های قاره آسیا در دایره مسابقات جام جهان 2010 در مرحله سوم روز دوم سپتامبر برگزار شد و حالا هجوم دسته کره شمالی باز چون همیشه یان میون و اکنون این دفعه باز این مهارت فوق العاده فرهاد واسیوف را مخلصان به افتخارش کفکوبی کردند و اکنون باز هجوم دسته کره شمالی یونگ کوانگ محافظتگر با تجربه دسته یانگ سونگ سراسیمه نیست و زود توپ را به هم دستهش باز ری خیون هوا میدهد و روز دوم سپتامبر دسته ژاپنیا با کره شمالی قوه آزمایی کرده با حساب 1-0 موفق شد. تاجیکستان در میدان خود با حساب 0-1
از دسته ازبکستان مغلوب گشت و روز 6 سپتامبر دسته کره خلقی دموکراتی با تاجیکستان در میدان خود در ورزشگاه باشگاهی این کشور تو آسمایی کردند و بازی اول با حساب 1-0 برای نفع دسته کره شمالی انجام یافت و هجوم تیم کره باز قد نمیگردد از نیمه راست میدان چون همیشه باز اکنون بدیلیت پک نام چال کپیتان دسته تحت رقم 4 بازی میکند ضربه زد و باز وقتی دروازه‌بان واقعاً خندید که در یک فاصله مسافه خیلی نزدیک بود و کپیتان دسته پک نام چال میتوانست که البته به سراسیمگی راه ندهد و باز البته در این مورد تشبث را به دست گیرد. وقت دوران دروازه‌بان تیم ملی کشور از این وضعیت ناگوار رها می‌یابد و حالا فرهاد واسیوف محافظتگری با تجربه تیم زود توپ را به احکم همراه قلوف. اکنون فتح‌الله به نیمه راست میدان به الکسی نیمت اشاره میکند. الکسی مکنون این دفعه کم نصر را زمان میگردد و از اشتباه او یون کوان خوب استفاده میکند و هجوم دسته کره شمالی بعد رقابت دوران ارگاسوف قد میگردد. دوستانی ارجمند، مخلصانی سرشماری فوتبال، ما گزارشمون را از ورزشگاه استقلال شهر خوجند درباره واخوری دسته منتخب تاجیکستان و کره شمالی قسم یکم منظوری شما میکنیم. دقیقه 30 دیدار است. حساب کشاده نشده است، 0-0. باید بگیم که در دقیقه 26 بازی فرهاد طایرف امکانات خیلی هم خوبی کشادن حساب را داشتند، ولی صد افسوس توپ او یک کمی دورتر از دروازه بیرون شد و همچنین رقمی 4 از دسته مهمانان کپیتان این دسته پک نام چول نیز از امکاناتی در دقیقه 28 داشته دسته کره شمالی خیلی هم خوب استفاده برد، ولی اینجا ضربه او نیست میتوانیست در بازی امروزه تغییرات به عمل بیارد. حالا هجوم فوتبال‌بازان دسته تاجیکستان و بهترین امکانات، بله اینجا اعتم امراقولوف، اعتم امراقولوف، محمد علی صادقوف کپیتان دسته، فتولو فتولایف، بهترین امکانات حالا برای یعنی دسته تاجیکستان است. تمامی بازینگران در نزد دروازه جمع شدند و توپ اینجا از میدان بیرون شد. ولی کوشش ها هستند، ولی خطابی ها نیست احساس می شوند در نزد دروازه تاجیکستان. یعنی چندی قبل اینجا حمایتگران با خطابی راه دادند و کپیتان دسته مهمانان پک نام چول از دسته منتخب کره شمالی امکاناتی امروز تغییر حساب را داشتند. برای همین هم باید حمایتگران خیلی هم در بازی امروزه با احتیاط هنر نمایی کنند، چون که هرچند که این بازی در جدول مسابقات برای هر دو دسته هم یکون تغییرات جدی به عمل نبیارد، ولی اینجا باز کپیتان دسته کره شمالی پک نام چول خیلی هم خوب توپ را به مرکز میدان به هم دسته خود پک سنگ چول هوا دادند و خیلی هم امکانات خوب برای مهمانان بود. و اینجا حالا ببینیم به فکرم توپ جریموی به سوی دروازه صاحبان میدان دسته منتخب تاجیکستان تعیین می شود. حالا رقم 22 پک سنگ چول و همچنین کپیتان دسته پک نام چول آمادگی برای زدن ضربه به سوی دروازه دسته منتخب تاجیکستان میبینند، ولی اینجا به فکرم به هر صورت پک سنگ چول حالا در نزد توپ است و بیشتری بازینگران در جریمگاه دسته منتخب تاجیکستان جمع شدند. اینجا اشتکی داور و اکنون ضربه رقمی 22 پک سنگ چول از دسته منتخب کره شمالی. واقعا پیشتر ما عرض کردیم در ختم امروز اون نفری که به شهر خوجند برای تماشای این بازی آمده است از تشریفات تعداد مخلصان که شاید در این ورزشگاه بیش از 25 هزار باشند واقعا هم
در حیرت میموند، چون چنین تعداد مخلصان را از زمان دسته پامیر دوشنبه همینا یکون مراتبه ما در ورزشگاه دیگر ندیده بودیم. در ختم فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان در همکاری با فدراسیون ولایت سوخت، هرچند که فصل زمستان است، به این نگاه نکرده، باز هم میدان زیباترین کشور، میدان استقلال، استقلال 20 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان را خیلی هم خوب با بازی امروزه آماده کردند و ما فکر میکنیم که در آینده اگر در این ورزشگاه چندین مکتب های ورزشی و مخصوص اوید به فوتبال اگر تاسیس داده شود، فکر میکنم برای رشد فوتبال در این قسمت کشور خیلی هم امکانات خوب فراهم میاد. حالا صاحبان میدان دسته منتخب تاجیکستان لذت را به بازی انداختند. دقیقه 34 می بازی پس سر می شود، ولی در واخری این دو دسته تا این لحظه تغییرات جدی به عمل نامده است و حالا باز مهمانان رقم 12 این لحظه چنگ وان ایک با توب است و باز پاکستان حجوم مهمانان ادامه می یابد و شریک پیشتر عرض کردم خط دفاع دسته ما یک کمی در حالت های ضروری به خطاگی راه می دهد، باید خیلی با احتیاط امروز هنر نمایی کرد، چون در حقیقت هم تشریفات 25,000 مخلصان و امروز در حقیقت هم برای دسته منتخب تاجیکستان خیلی هم شرفی بزرگ است و باید چون که دیروز سرمربی نوی دسته منتخب تاجیکستان کامل الاسفخویچ در صحبت نشست مطبوعاتی با ما ابراز نظر کرد، او قید کرد که باید ورزشگران مخصوص فوتبال بازان و افتخار از اون کنند که در حیات دسته منتخبی کشورشان بازی میکنند و باید با تمام قوا بازی کرد برای افتخار کشور. و اینجا حالا کارت زرد به کس فوتبال بازان نشان داده شد و برای ویران کردن قایده بازی. اکنون مهمانان جنگ سانگ خو این لحظه آمودگی میبیند برای زدن توپ جریموی به سوی دروازه دسته منتخب تاجیکستان. از آغاز بازی تقریبا 36 دقیقه وقت گذشته است، حساب کشاده نشده است، 0-0. علی جان، تو آزمایی جالبی هر دو دسته در نیمه اول این واخوری مشاهده می شود. خاطر رسان می نماییم که در بازی های انتخابی چمپیونت جهان 2014 برزیلیا از 208 دولت اعضای فدراسیون فوتبال بین المللی 203 کشور اشتراک می نماید. هجوم تیم ملی کشور از نیمه چپ فرهاد روسیوف، یکی و اکنون باز فرهاد را کسی نیست که از همدستگانش کمک کند و او امکان را با وجود آورد که همدستگانش از طرف فتح‌اللهیوف از کناری چپی میدان ضربه کنجی زند و شاید این برای بازینگران تیم ملی کشور باز امکان فراهم آورد که حساب بازی را تغییر دهند و این را کسی پیشگویی کردن نمیتواند. این فوتبال در جریان بازی البته همه را نشان میدهد و اقوام ببیند امکانیت برای بازینگران تیم ملی کشور به وجود آمد و 7 نفر بازینگری دسته کره شمالی در این جریان الکای وارد جریمگاه خویش شدند و با یک دیگر پیوسته کمک کردند و این وضعیت مشکل را به آسانی رفع نمودند. جریان قوا آزمایی آخرین مرحله سیومی بازی های انتخابی باریدگار نشان میدهد که در این بعد ما باید بر رشد فوتبال بیشتر مراق ظاهر نمایم. امکانیت باز برای فوتبال بازان تیم کره شمالی و این دفعه باز ببینید که چگونه تیم ملی کشور به خطابی راه میدهد. کاپیتان دسته کره شمالی امکان زدن در صدر را استفاده کردن نتوانست و باز اکنون آن همون بازینگر رقم 12 یون کوان و اینجا باید مهارت فوق العاده خود علیشر تویچیف را قید کرد و باز هجوم دسته کره قد نمیگردد. پاکستان از نیمه راست باز یانگ میون، یکی نفر دوم را فیره میدهد و زود توپ را به نیمه چپ و این دفعه باز نوریدین دوران و بسراسیمگی راه میدهد و ببینید که وضعیت مشکل تا کنون از
جریمگاهی تیم ملی کشور برطرف نگردیده است و باز هجوم دسته کره ادامه می‌یابد و آنها عقب نشینی دارند و باز از نو کمبیناسیای جوابی را شروع میکنند بعد از کمک پک نم چول. بله یک لحظه در حقیقت صحبت دیروزه باز به یاد ما آمد، در حقیقت هم امروز دعوتی فوتبال بازان از دیگر باشگاه های مملکت به دسته منتخب خیلی هم ضرور است و باید چنین سنجش ها از طرف سرمربی به فکرم در آینده گذرانده می شوند و این لحظه که این لحظه چندی قبل ما آیدی خطی حمایه دسته صحبت کردیم و در حقیقت هم باز ببینید چنین خطاگی ها راه داده می شوند و امید داریم که در آینده باید بهترین ها باید در دسته منتخب بازی کنند و بهترین ها از تمامی یعنی باشگاه فوتبال مملکت. البته برای مربی که از خارج کشور دعوت می شود وقت ضرور است، وقت همه را نشان می دهد و در یک فرصت کوتاه نیز نمی تواند که مربی ورزیده به موفقیت نائل گردد و در انتخابی البته بازینگران نیز با اشتباه به خطاگی راه ندهد. وقت البته داور خالص است، ما امینیم که این مربی ورزیده کشور بوسنیا که خیلی در دسته های پرقوت کشورهای اروپا بازی کرده است در روش و نموی فوتبال کشور نیز سهمی ارزنده خود را میگذارد. هجوم دسته کره شمالی پک نام باز توپ را با کاپیتان دسته و باز خود پک نام چول و این دفعه اشتباه او را نوردین دوران خوب استفاده میکند، توپ را با فرهاد طاهیرو، فرهاد را از پای میافتند و داور اشاره دارد که البته در جریان بازی امروزه مهمانان با سراسیمگی با خطاگی راه دادند و یان خوب چول بود که از داور بخشش میپرسد و بازی همانا ادامه دارد. دقیقه 40 سپری میشود، حساب تا کنون کشوده نشده است و کمال علی سپاخیچ به حیثیت بازینگر در کلوب های فوتبال سرایو و سلوبودا از سربیا بازی کرده است، همچنین در حیات کلوبی دویسبورگ آلمان، کایسر سپور ترکیه، لوزان سپور سوئیسریا سالهای زیاد بازی کرده است و به صفت مربی در دسته های لوزان سوئیسریا، اتاک نیوریس سوئیسریا، ژلزنیچار از در کشور بوسنیا و باز این دفعه ببینید که در چنین مورد ها البته کمک یک دیگر فهمی و تلاش و کوشش کلی دسته ضرور است که آنها باید ایما و اشاره یک دیگر را درست فهمند و خط دفاع دسته حریف را تمامان که به آسانی رخنه نمایند. برای این البته مسئولیت های همیشگی، تمرین های درستی سری وقتی و باز بازی های رفیقانه با تیم های منتخب کشورهای همجوار و همچنین کشورهای البته ما توانیم اگرچه امکانیت پیدا کنیم که با دسته های اروپا وخوری های رفیقانه را برگزار نمایم در رشد فوتبال مملکت و همچنین باز سویه و ملکه فوتبال بازان کشور نیز بلند خواهد شد. بازی همانا ادامه دارد، حساب شده نشده است. امکانیت برای فوتبال بازان تاجیک در دقیقه 26 با وجود آمد، احتم همراقلوف و همچنین فرهاد طاهیروف امکانی 100% را نتوانستند که استفاده کنند و باز کمی 3 دقیقه قبل ما شاهدی حال بودیم که در دقیقه 37 دروازه‌بان تیم ملی کشور علیشر تویچیوف دروازه را توانستی از گل امین دارد. وگرنه در چنین حالت 7 نفر بازیگر تیم ملی کشور البته خط دفاع را اختیار کردند و باز اونها نیست بعد سراسیمگی در این جریان طوری که ما شاهد بودیم روح دادند و جرأت و غیرت، متانت و قوه فوتبال بازان تاجیک در نیمه اول مشاهده شد و ببینید که با این دسته پرقوت قاره آسیا که از میان دسته های 46 اعضای کنفدراسیای فوتبال آسیا در زینه چهارم است و تیم ملی کشور باشد در زینه 22 و نوابسته از تجربه کمش فوتبالبازان تاجیک تیم ملی کشور جهد و تلاش میکند که البته در رقابت با این دسته پرقوت موفقیت و پیروزی را به دست آورد و آنها نیز توانستند که چند دفعه خط دفاع تیم کره شمالی را با آسانی رخنه کنند و انا همین برتری همین تشبس را باید تا به آخر نگاه دارند و ببینید که این لحظه باز الکای 5 نفر بازینگر تیم ملی کشور در جریان بازی امروزه در این دقیقه 43 کمی با سراسیمگی راه میدهند و باز این با اون باعث میگردد که فوتبال بازان کره شمالی
باز به جریمگاهی تیم ملی کشور وارد شوند. جریان بازی امروز البته این یک درس عبرت است برای فوتبال بازان تاجیک که امروز بعد از انجام این بازی تیم ملی کشور برای اشتراک در مرحله نهایی مسابقه جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشور نپال سفر می نماید و از 8 تا 18 دور نهایی مسابقه جام دعوت با اشتراک غالبان بازی های انتخابی این مسابقه برگزار می شود و با دسته منتخب ملی کشور ما در این فرم باشکوه ورزشی برای موفقیت تمنا داریم. و تیم کره شمالی نیز البته در تمام فعالیت خویش سالیانی دراز است که با نتیجه های شایسته موفق گردیده است. اشتراکی مسابقات قهرمانی جهان در سال 2010 است و در چمپیونات آسیا نیز شرکت نموده است. و حالا فرهاد طاهیروف مادر فرهاد گوسی و فرهاد محافظتگر یک نفر دیگر رو فریب میدهد و اینجا کسی نیست که با محافظتگری با تجربه تیم ملی کشور کمک نماید. و چون همیشه با ری چال میون با نیمه راست میدان تلاش می‌ورزد که زود توپ رو به پاک سونگ هوا دهد و فوتبال بازان تاجیک صاحب سوهان قلوف کمی به سر سیمگی راه داد. اشتباهی او را یک بار خود کاپیتانی دستان محمد علی صادقوف اصلاح میکند و دروازه‌بان باشد در جریان بازی امروزه تلاش میکند که به خطاگی راه ندهد. واقعا امروز نیز هنر دروازه‌بان را قید کردن ضرور است و همچنین بازیگرانی که ما معرفی کردیم جهانگیر جلیلوف، فتح‌الله فتح‌اللهیف، محمد علی صادقوف، احتم همراقلوف و فرهاد واسی و فرهاد طاهیروف نیز خیلی خوب هنرنمایی دارند. الکسی نعمتوف در خط محافظت است با همراهی صاحب سنوان قلوف و همچنین دوران ارگاشوف. وقتی اساسی الکای به انجام رسیده است و یک دقیقه وقت ایلوگی از جانب داور مرکز تعیین شده است و مهمانان کوشش میکنند که باز در این دقیقه ایلوگی برتری را به دست گیرند. و حالا محافظتگر یان سون خیونگ ضربه میزند. بعدی اشتباهی فوتبال بازان تاجیک دروازه‌بان الیشر کویچوف. اما این کف توپی ها به افتخاری مهارت بلند الیشر کویچوف هم. دوستان ارجمند، الکای 45 دقیقه وقتی اساسی در قسم یکمی بازی در واخوری دستای منتخب تاجیکستان و کره شمالی در بازی انتخابی چمپیونات جهان 2014 الکای انجام یافت و این یک دقیقه ایلاوگی البته حالا هر دو دسته هم کوشش دارند که این نمونه چی وضعیت خطرناک چی وضعیت خطرناک را لحظه الیشر کویچوف رفت کردند. پک نام جو کپیتانی دسته کره شمالی از آغاز بازی چندین مراتبه در چنین امکانیت ها داشتند و همچنین در دقیقه 28 می توانستند حساب را تغییر دهند. دوستان ارجمند، قسم یکمی واخوری دسته منتخب تاجیکستان و کره شمالی انجام یافت و بعدی چند لحظه باز ما گزارشمون را از ورزشگاه 20 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان واقع در شهر باستانی خوجند منظوری شما میکنیم. Да, да.
Buldum ben magazin önce. Hadi buldum, sağlık hiç oyuna bırakmış. Çoğru sağlık hiç yapmış. Dostum yine şey yok, dayı oradasın. Ha? Madem şey olsun, dojuz dön. Ya, zuh olsun. Ne de dayı olsun. Bu kariye yeşti. Kim zaman o? Kim zaman o? Açan iş için. Açan iş için. Ha? Bu kadar o? Ha? Bu kadar. Şaşırma dedi. Şaşırma dedi bu. Teğur ne? Şkola çağırıyor. Şkola çağırıyor. Tady čaj byl všechny, čís gríč. Ty čaj mi chvál gríč. Já jsem tam byl čím tím taky jsem byl šel. Nejste čís. Jo, tavalo to. Já jsem tavalo to všechno. دوستان عزیز، مخلصان فوتبال، علاقمندان و دوستداران فوتبال مملکت، در دایره مسابقات باشکوه جام جهان 2014 تیم ملی کشور در میدان خود با دسته منتخب کره شمالی تو آزمایی را در نیمه اول با حساب 0-0 به انجام رسانید و نوکت قسم دومی این قوازمایی شروع گردید و حالا پک نم چال ضربه کنجی میزند و امکانیت برای فوتبال بازان کره از نیمه چپ میدان باز به وجود آمد و این دفعه یان کوک چال وضعیت مشکل را از کنار چپ میدان نتوانست که خوب استفاده کند و برای فوتبال بازان تیم ملی کشور البته مشکل بود این وضعیت ناگوار و حالا مهمانان باز امکان پیدا کردند که از سمت چپ میدان ضربه کنجی زنند و علاقه از آغاز دقیقه سیوم نیمه دومی قوازمایی مراتبه دویوم است که مهمانان ضربه کنجی میزنند. مرحله سیوم بازی های انتخابی امروز در قیده آسیا برای راحت با بازی های گروهی مسابقات قهرمانی جهان 2014 برزیلیا میانی 20 دسته پرقوت قاره آسیا امروز نیز برگزار شد و در این دایره تیم ملی کشور با دسته کره شمالی قوه آزمایی دارد. ورزشگاه به نام 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان شهر خوجند پروپور مخلص است. بیش از 25,000 نفر مخلص این بازی را با ذوق خاص تماشا دارند و نیمه اول خیلی جالب و خاطرمان بود و در قسم دوم تا کنون به فوتبال بازان تاجیک میسر نگشته است که خط دفاع دسته حریف را رخنه نمایند و با استفاده از این فرصت مناسب و قلعه شما را به هیئت دسته ها آشنا می سازم. نخست دسته مهمانان کره خلقی دموکراتی دروازه‌بان لی میون گوک تحت رقم یکم بازی میکند و حالا یکی از فوتبالبازان تیم ملی کشور آسیب دیده است و به یاری تعجیلی طبی به گمانم نیاز دارد. داوران ارگاشوف نه داوران علاقه در جریان بازی امروزه تحت رقم ششم بازی میکند. تحت رقم هشتم کاپیتان دسته محمد علی صادقوف و حیات دسته کره خلقی دموکراتی تحت رهبری سرمربی دسته یون جون سو با چنین هیئت به میدان برآمدند. لی میون گوک دروازه‌بان، لی خیون مو. رقم سه یان سونگ خیوک. رقم چهار کاپیتان دسته پک نام چول. رقم هفت پک سونگ چول. رقم هشت ری چول میون. رقم دوازده یون کوان ایک. رقم سینزده یان میون ایل.
رقمی 19 یان کوکچول، رقمی 20 ری کوان خیوک و رقمی 22 پاک سونگ چول. سرمربی دسته کره شمالی یون جون سو. بعد از یاری تجربی تیبی با بازیگری تیم ملی کشور، دوباره اشاره میکند که البته با او بیرون از میدان کمک رسانیده شود و بازی همونو ادامه مییابد. احتم هم را قلوب بود بکنم که با یاری تجربی تیبی نیاز داشت و حالا تو باز میدان بیرون میشود. الکسی نیماتوف، مزرد الکسی تحت رقمی چورم در خطی محافظتی تیم ملی کشور بازی میکند و فدهو با این محافظت در خط کنار راست این کامیاب برای باز خود را به طور تاجیک و جهانگیر این لحظه موقع خود را درست اشغال کردن نتوانست، وگرنه این برای فوتبالدان تاجیک شاید باز نتیجه را در بازی امروزه باعث تغییر دادن نتیجه بازی امروزه میگردید. و اکنون اشتباه از جانبی فوتبالدان تاجیک است و داوری مرکز باز جانبی تیم ملی کشور ضربه جریمه وی تعیین میکند و این لحظه باز همکاری من رحمت شاه عابدوف شما را به هیئت تیم ملی کشور آشنا میسازد. دسته منتخب تاجیکستان در قسم دوم بازی در هیئت زیرین هنرنمایی میکنند. در روزبان علیشر توچیف، رقم 3 صاحب سوان خلوف، رقم 4 الکسی نیماتوف، رقم 6 داورون نرگاشف. و اکنون در بازی امروزه محمد علی صادقوف کپیتان دسته تحت رقم 6 هشتم مدرت هنرنمایی میکند. نوریدین داورانوف تحت رقم 9، جهانگیر جلیلوف تحت رقم 10، فراد تویروف، فراد وسیف، فاتولو فاتولویف، آتام همروخلوف. سرمربی دسته کامل اسپاخویچ. بازی ایدامه دارد. نیمه دوم این قوه آزمایی است. از نیمه دوم ملکه دقیقه هفتم سپری شده است. حساب تا کنون کشودن نگردیده است. در دوره مسابقات جام جهان 2014 مرحله سوم خاطر رسان میکنیم که با اکنون امکانیت برای فوتبالدان دسته کره شمالی، ولی اینجا ببینید که کمی اشتباهی محافظت داران کپیتانی دسته و تحت رقم 12 فرهاد وسیوف. و اکنون بعد افتانیدن یکی از بازینگران تیم کره شمالی، داور جریمه 11 متره را اشاره میکند و حالا مهمانان بعد افتانیدن یانگ میون ایل در جریمه گاه تیم ملی کشور، اکنون مهمانان حقوق پیدا کردند که جریمه 11 متره زنند. و ببینیم که سرمربی تیم کره شمالی یون جون سو این کار را به دوش کی واگذار میکند و علاکه برای فوتبالبازان تیم کره شمالی امکانیت مساعد است که حساب بازی را کشایند و شاید در اینجا باز مهارت و ملکه تنها و تنها دروازه‌بان میتواند در بازی امروزه البته نتیجه را باز به تغییر ماند. تیم ملی کشور در حالت ناگوار است. دروازه‌بان علیشر توچوف آماده است، سرازیمن نیست و حالا اکنون حساب شده شد. یان سان خیاک تحت رقم 3 در واخری امروزه بعد افتاندن یانگ میون ایل، داور مرکز جانب جریمه 11 متر اشاره کرد و یانگ سان خیاک محافظتگر حساب بازی را کشد. 0-1 به نفع دسته مهمانان دسته کره شمالی. در بازی های انتخابی چمپیونات جهان 2014 خاطر رسان میکنیم که از 208 دولت اعضای فدراسیون فوتبال بین المللی 203 کشور شرکت میورزد و با جز تیم های بوتان، گوام و موریتانیا. در قیده آسیا باشد بازی ها میان 20 دسته غالب مرحله اول و دوم امروز شروع گردیدند، ادامه دارند بازی ها و مرحله آخرین این قوه آزمایی ها امروز در قیده آسیا نیز به انجام میرسد و در گروه ا دسته اردن با عراق با 12 خالی در پیش هم، در گروه ب کره جنوبی و همچنین دسته لبنان با 10 امتیازی در زینه اول و دوم قرار دارند. در گروه اس بازی هاکی تیم ملی کشور نیز با این گروه شامل است، دسته با 13 امتیاز و ژاپن با 10 خال در زینه دوم جای دارند.
استرالیا با 12 خل در زینه اول در گروه دی و عربستان سعودی با 6 امتیاز در زینه دوم. و اکنون باز فوتبال‌بازان کره شمالی این دفعه خط محافظت تیم تاجیکستان را با آسانی رقم میکنند و پک سونگ چول زود توپ را به نیمه چپ الکسی نیماتوف این وضعیت را برطرف میکند و اکنون ضربه زده خود یون کوان ایک خیلی بلندتر از ستون دروازه از میدان بیرون میشود. اکنون دوستان ارجمند از فرصت مناسب استفاده برده این لحظه من شما را با داورانی امروزه بازی آشنا میکنم. سرداوری مسابقه امروزه محمد بچلال دفسری 30 ساله از کشوری قطر سرداور تعیین شده است. یاوران او احمد یاسیر مراد فریس الشماری هر دو هم از دولت کویت، داوری احتیاطی محمد حمیس القویر از دولت قطر، ناظری داوران ال احمد الطریفی از عربستان سعودی و کمیسری بازی جایسوری در سیویل از کشوری شریلانکا. در ختم قسم یکمی بازی با هجوم های طرفین گذشت و دسته تاجیکستان در دقایق اولی قسم یکم نسبتاً به مهمانان از امکانیت ها خوبتر استفاده می بردن، ولی صد افسوس ضربه های بازیگران تاجیک مخصوص فرهاد طایرف در دقیقه 26 وارد دروازه نشد و در دقایق آخر قسم یکمی بازی الکای پاک نام چول کپیتان دسته مهمانان یک توپی خیلی هم خفنوک بسی دروازه صاحبان میدان زد، ولی دروازه‌بان اینجا مهارت بلند نشان داد علیشر تویچیف و دروازه‌اش رو از گل ایمن داشت. و در دقیقه 53 بازی چون که شما چند لحظه پیشتر شاهد بودید رقمی 3 جنگ سون هیوک توانیست حساب را در بازی امروز کشاید و همین طریق نتیجه بازی 0-1 به فایده دسته جمهوری کره خلقی دموکراتی می گذارد. برای همین هم البته دسته تاجیکستان هرچند که امروز با چون یک دسته های نامدار برآمد می کند، ولی از آغاز این از سال گذشته است، آغاز این بازی ها از سال تقریبا از سال 2010 آغاز شدند و تا سال 2013 ادامه می یابند و دسته که امروز با دسته ما بازی می کند خیلی هم دسته شناخته شده قاره آسیا است. حالا هجوم فوتبال بازان دسته منتخب تاجیکستان بهترین امکانات آتم هم را قولوس داشتند و حالا اکنون فتولایف ببینیم توب کنجی بسوی دروازه دسته کره شمالی بزنند. یعنی این شانسی خیلی خوب برای دسته منتخب تاجیکستان است، یک ضربه خیلی هم مناسب، ولی این امکانات را صاحبان میدان استفاده برده نتوانستند. در ختم الاباد شاید از طرفی دیگری میدان باز توب کنجی بسوی دروازه مهمانان زده شود و این کار را جانگیر جلیلوف این لحظه انجام میدهند. ضربه جانگیر اکنون فاطله بطلق نه اینجا رقم 12 فرهاد واسیف باز ضربه خوبی نوردین دورانوف، ولی صد افسوس این توپ ها وارد دروازه نشده، هرچند که امکانات خیلی هم خوب بود. فوتبال بازان دسته منتخب تاجیکستان در اکران تلویزیون شما با لباس های سرخ و مهمانان دسته جمهوری کره خلقی دموکراتی با لباس های سفید هنر را می‌دارند. حالا باز هجوم صاحبان میدان آتم امراقولوف با یکی از فوتبال بازان دسته مهمانان در این بند برای به توپ سازیدن تلاش را انجام داد. فاتولایف و ریوان یوک
از دست این مهمانان باز نوردین دورانف رقم 12 فرهاد وسیف باز این لحظه دوران یرگاشف از طرف راستی میدان هجومی دسته منتخب تاجیکستان را تشکیل میکند. الکسی نعمتوف در یک لین کنترل شما بود. لحظه امکانات خیلی هم خوب فتولا فتولا و توپ رسیده نتوانست و در روزمان مهمانان ری میون گوک این وضعیت را فعلا رفع کرده توپ را باز به بازی انداختند. بله همه امروز فوتبالی تاجیک در آموزش است، تمام مربیان و ورزشکاران، چون که امروز امکانات خوب ما داریم که از بهترین دسته های قاره آسیا آموزیم، چون که فوتبال در کشور ما امروز یکی از نمونه های دوست داشته مردم است. با سوزنی فوتبال بازانی دسته منتخب تاجیکستان برای این گل امکانات 100% و گل در دقیقه 60 بازی حساب را برابر کرد. مساوی این خورسندی است. برابر کرد. اکنون مساوی 1-1. یعنی چون که در روزنامه ازیسر بسیار وقت نوشته می شد، یعنی ما می توانیم و باید ما امروز غلبه کنیم، یعنی ورزشگران ما باید امروز تمام قوه را بهر غلبه روانه کنند، چون که این قدر مخلصان امروز به این ورزشگاه تشریف آوردند و اینجا باید تمام تکنیکای و تکتیکای زمانوی را ورزشگران ما، فوتبالبازان ما باید در میدان نشان دهند. اکنون نتیجه برابر شد و حالا باز مهمانان با توپ هستند و توپ لحظه ضربه ریوان خوب از میدان بیرون برمد. واقعاً دوستان عزیز، این روز بازی جالبی تیم ملی کشور را قید کردن ضرور است در نیمه دوم قیازمویی و این همه کوشش از جانب دیرشاد واسیف آغاز شد و بعد هم فتح‌الله با همراهی احتم همراه قلوف پیوسته در تلاش بودند و آنها توانستند که خط دفاعی تیم کره شمالی را البته با مشکلی رخنه کنند و توپ جوابی را وارد توری دروازه کره شمالی نمایند. و اگر گل دسته کره توسط جریمه 11 متره به هدف رسانیده شده باشد، گل تیم ملی کشور واقعاً گلی زحمت طلب بود، گلی بود که تمام تیم ملی کشور مخلصان سرشمار فوتبال مملکت نیز البته پیوسته تلاش داشتند و تیم را دستگیری کردند و واقعا این بازی، این کمبیناسیای جالب توسط هنر خود فرهاد واسیف شروع شد و بعدا فتح‌الله و سپس البته فرهاد طاهروف و بعدا احتم همراه قلوف امکان 100% را خوب استفاده کرد و دروازه‌بان ری میون گوک را مجبور ساخت که توپ را از توری دروازه اش گیرد. واقعا امروز اگر چی چنین دست با دست دل گرم با یکدیگر فهمی و کوشش و تلاش همدیگر اگر آنها بازی کنند، می توانند که بازی جالب و موفقیت شایسته را در این قوه آزمایی آخرین مرحله سیوم بازی های انتخابی چمپیونات جهان به دست آورند و این البته برای تیم ملی کشور یک تجربه است، تجربه که با یکی از شهرتمندترین دسته های قاره آسیا
دسته کره شمالی رقابت دارد و این اولین گل تیم ملی کشور در مرحله سوم بازی های انتخابی چمپیونات جهان برزیلیا 2014 می باشد که حالا همان مرحله آخرین آمادگی نیست و فوتبال بازان تاجیک ثمر آورد. امروز تیم ملی کشور البته در جریان بازی امروز در نیمه دوم در دقیقه 62 توانست که باز خط محافظت تیم کشور را دسته کره شمالی را به آسانی رخنه نمایند. و حالا الهام آرتیقوف آماده است که به میدان برآید. جهانگیر جلیلوف این محافظتگر کنار راست میدان حالا میدان را ترک می نماید و به جای او یکی از بازیگران خیلی جوان و با استعداد مملکت الهام آرتیقوف می برآید. جهانگیر در نیمه اول خیلی خوب هنر نمایی کرده بود و در قسم دوم نیز البته توانست که مهارت و هنر خود را بریدار نشان دهد. و این دفعه دروازه‌بان دسته کره لیمیون گوک قریب که به خطا گل راه دهد و الکسی نیماتوف در جریان بازی امروز محمد علی صادق و بوس اینجا کمی به سر و سیمگی راه داد و او باید در نیمه دوم به خطا گل راه ندهد چون که در قسم اول داور به او کارد زرد نشان داده است. مبادا در قسم دوم اگر به خطا گل راه دهد و این البته تاثیر خود را در بازی امروز به تیم کشور خواهد رسانید. الهام یکی نفر دوم را و زود نوردین دوران و رقابت خیلی جالب است، شدید است و برای تیم ملی کشور در مرحله سوم بازی های انتخابی البته پیروزی نیز ضرور است و این در حیات دسته های قاره آسیا شاید باز ریتینگ تیم کشور را تغییر دهد. بازی جالب از هر دو جانب مشاهده می‌گردد و موج سنی علاقه میدان این باشکوهی شهر خوجند را احاطه کرده است و حالا فتح‌الله اکنون باز به حجوم می‌زند در خط محافظت زود توپ را به نیمه راست میدان به احتم همراه قلو هوا دادنی بود ولی نه مخلصان نیز البته این تشبس را باید در نیمه اول نشان می‌دادند و تیم را همیشه دستگیری می‌کردند که معمول است در فوتبال نفر دوازدهم این مخلص است و اکنون هر یک فرصت را فوتبال‌بازان تاجیک کوشش می‌کنند با ثمر استفاده نمایند. جریان بازی امروز برای تیم ملی کشور یک درس عبرت است و اکنون باز دوران نوردین دوران و اکنون صاحب سلوان قلوف اشتباهی فوتبال‌بازان دسته کریر را نیز داور قلوف پایخست میکند و بازی خیلی علاقه نسبت به دقیقه های نیمه دومی این بخوری خیلی جالب است. صاحب سلوان قلوف ضربه جریمه میزند احکام همراه قلوف و اکنون محمد علی صادقوف فتح‌الله احتم فتح‌الله را درست فهمیدن نمی تواند و این دفعه باز فوتبال‌بازان دسته کره به هجوم می‌زنند. آن همان رقم 13 نفره که یانگ میون ایل باعث گشت و داور به جریمه 11 متره اشاره کرد و مهمانان توانستند که حساب بازی را کشایند و سپس کمبینیسی جالب فوتبال‌بازان تاجیک باعث تغییر دادن حساب این بازی گردید و اکنون فوتبال‌بازان کره به هجوم می‌زنند و در بازی این روز این کپتانی ها با افتخار هنری بلند دروازه‌بان الیسر تویچیخ میباشند. و اکنون دوران ارگاشوف محافظت‌گر با تجربه زود باز به فرهاد اشاره میکند احتم همراه قلوف در این جریان و اکنون باز احتم را کسی نیست که میکند احتم اشاره میکند که در این لحظه کمی به او خلل وارد کردم ولی داور این را پایخست نمیکند و با دست اشاره میکند که بازی ادامه مییابد و اکنون ببینید که نوردین دورانوف نیز به هجوم میگذرد این محافظتگر مرکز و مسئولیت فوتبال‌بازان تاجیک در قسم دوم بیشتر است و اکنون باز اشتباه از جانب فوتبال‌بازان تاجیک است و یکی از بازیگران مرکزی دسته کره شمالی را افتانیدند برای طرف ری چول میون را و باز ضربه جریمه‌ای نه مهمانان این کار را به طرز دیگر شروع میکنند. بازی همایان جریان دارد و موج سنی نیز در میدان قد نمیگردد و این باز روحیه فوتبال‌بازان تاجیک را از این هم قوی تر میسازد. ریکوان خیاب به هجوم میگذرد از این مایی راست تحت رقم 20 فرهاد واسی با او رقابت میکند. فرهاد واسی ببینید این کتکوبی های مخلصان با افتخار هنری شایسته فرهاد یکی در
بازی امروز واقعا متانت، هنر، جسارت و حسی بلند مسئولیت خود را نشان داد. فرهادانه قدم زد و او توانست که حساب بازی را، البته با هنر او، با کوشش و کمک بی‌واسطه او، احکم همراقلوف برابر کرد. فرهاد دست پرور مکتب فوتبال تاجیک. حالا توپ را به نیمه راست میدان به احکم همراقلوف، نوردین دورانوف و به نیمه راست اکنون فتح‌الله نفر دوم با کمک فتح‌الله زود الکسی نیماتوف نشتابد. سه نفر فوتبال بازی تیم کشور وارد جریمه‌گاه دسته کره گردیدند. باز خودی فرهاد واسیف این لحظه ببینید محمد علی صادقوف واسه توپ را به فرهاد، فرهاد به سوی پیش به نیمه چپ حرکت میکند. در آن نقطه که اکنون ببینید اشتباه فوتبال بازی دسته کره شمالی بکنونم بله اینجا علاقه باز فرهاد واسیف کمی آسیب دیده است و الهام آرتیکوف تحتی رقم 19 نوکت جهانگیر جلیلوف را ایباز کرد. و باز فرهاد بگمونم با خاله فرهاد با یاری تجربی تیبی نیاز دارد. در حیات دسته منتخب جمهوری تاجیکستان تنها یک نفر بازینگر ایواز شده است. جهانگیر جلیلوف میدان را ترک نمود و به جای او تحت رقم 19 هم الهام آرتیکوف برآمد. و حالا الهام بگمونم ضربه جریمه‌ای میزند و محمد علی صادقوف و سوی این شتابد شاید یا کاپیتانی دسته محمد علی یا الهام. محمد علی با جای خود رو ایواز میکند. الهام ضربه میزند، ضربه الهام آرتیکوف و ضربه گلی تیم کره خلق دموکراسی لی میون گوک آزادانه توپ را صاحب میشود و اشاره به سوی پیش میکند. دوستان ارجمند، مخلصان سرشماری فوتبال، از آغاز واخوری میانی دسته منتخب تاجیکستان و کره شمالی علاقه 71 دقیقه گذشته است. ایشوت یک بر یک مساوی است. آنهایی که با تازگی در شبکه ما پیوست شدند نخستین شده مهمانان آدم هم رو کلوف در دقیقه 60 بازی تو بی جوابی رو به دروازه مهمانان زده حساب رو برابر کردند و قسم یکمی بازی باشد با در خط هجوم های طرفین گذشت و قسم دقیقه اول قسم یکم البته فوتبال بازان دسته منتخب تاجیکستان مهارتی بلندشان اونا تقریبا قوه‌ها برابرند ولی شانس و امکانات های دسته منتخب تاجیکستان در این دیدار نسبتا بهتر است چون تو بی زده مهمانان این تو 11 متره بود ولی تو بی زده دسته منتخب تاجیکستان در حالت حرکت و در حالت بازی بود برای همین هم امروز شاید باز فوتبال بازان تاجیک توانند در این بازی آخرین چمپیونات 2014 حالا باید این کلاتی خیلی خوب برای فوتبال بازان تاجیک نوردین دورانوف حالا در اکرانی فیگرای شما و چین کلاتی خوب ولی صد افسوس فوتبال از میدان بیرون شد چون که بیشتر ما عرض کردیم امروز در ختم در شهر کوجند باستانی جشن فوتبال است و تمام مردم این ولایت این بازی را گویا انتظار بودند زیرا فقط در ورزشگاه اساسی بیش از 25,000 و همچنین در ورزشگاه تنیس همچنین اوج شناوری و گرد و اطراف تمام این میدان فوتبال مردم جمع شدند و فکر میکنم این دستگیری خیلی خوبی مخلصان بود که امروز دسته منتخب هنری خیلی خوب در این بازی نشان میدهد و حالا باز با تو فوتبال دسته منتخب تاجیکستان هجوم دسته ادامه مییابد و ببینید چه امکانات ها رقم 11 فرهاد طاهیرف
و روتویروف امروز چندی مراتبه میکنه. نورالدین داورانوف و ضربه نورالدین لذا از میدان بیرون شد. واقعا امروز تمام فوتبال بازان دسته هرچند که در قسم یکم در دقایق قسم یکم و بعضی خطاگیها راه دادند، ولی معلوم است که با تمام قوه مبارزه بردند. و اینجا حالا باز رقمی 15 از دسته منتخب تاجیکستان کامل سعیدوف، اعتم امراقلوف را مؤلف یک از توپ‌ها را توپ‌های امروز را عوض میکند. ما با اعتم امراقلوف برای در خط امروز کوششی که امروز کردند و نتیجه بازی امروز باید اشاره تشکر کنیم، اونان این واقعا هم بالای فوتبال تاجیک را نشان دادند. اکنون حالا با توپ بلازه مهمانان فوتبال بازان دسته منتخب کره شمالی از طرف چپ میدان و هجوم مهمانان ادامه می‌یابد و توپ امروز البته تیز از یک دسته به دسته دیگر می‌گذرد و هر دو دسته هم در تلاش هستند، در تلاشی غلبه. و مهمانان نیز امروز میخواهم با وطن با غلبه برگردند. دسته ما که در بازی های دیگر نتوانستند تا اندازه موفق باشند، امروز کوشش دارند که در این واخوری آخرین چمپیونات 2014 چمپیونات جهان با نتیجه خوب این بازی را جمع بس کنند. مرحله سیوم بازی های انتخابی مسابقات قهرمانی جهان 2014 در قاره آسیا امروز آغاز شد. بازی آخرین بازی ششم گروهی و از گروه اس مسابقات دسته منتخب ژاپنیا و جمهوری ازبکستان علاقه با بازی های گروهی دوری نوبتی را خواهد گرفتند و این نتیجه البته برای تیم تاجیکستان و کره شمالی اهمیت ندارد و به هر نوع فوتبال فوتبال است و ما باید برای موفقیت، برای مقام و نفوذ تیم کشور بیشتر تلاش ورزیم. و در حالی که دسته کره شمالی بازیگر عوض شد، کیم جو سون به میدان برآمد و او ری سون میان را عوض کرد. نفر اولین از دسته کره شمالی ایواز گردید و حالا حجوم تیم ملی کشور از مرکز میدان دوام یابد و ببینید که تحت رقم 20 ریکمن شیاف جهد و تلاش میکند و اینجا باز رقابت فوتبالبازان تاجیک نیز البته مشاهده میگردد و بعدی به میدان برآمدن نفر دوم بازیگران احتیاطی تیم ملی کشور کامل سعیدوف احتم همراقلوف را نوکک ایواز کرد. و خاطرسون می نمایم که در مرحله سیوم واخوری آخرین دسته های قاره آسیا امروز البته باز واخوری ها میان تیم های جمهوری مردمی چین و اردن، عراق و سنگاپور در گروه آ برگزار شدند و در گروه دیگر کره جنوبی با کویت، امارات متحده عرب با لبنان قوازمایی میکند، استرالیا با عربستان سعودی، عمان با تایلند و دسته منتخب جمهوری ایران با قطر و بحرین با اندونزیا. و این مرحله سیوم بازی های انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا است که تیم ملی کشور البته طوری که همگان آگاه هم از واخوری های دایر نموده با کنون امتیاز را به دست آورده است و امروز بازی مساوی است و گل اولین را نیز به دروازه دسته کره جنوبی فوتبالبازان تاجیک در این بازی آخرین مرحله سیوم انتخابی چمپیونات جهان وارد نمودند. و حالا باز ببینید که در حالت خیلی ناگوار دروازه‌بان قرار داشت و اینجا باز یون کوان ایک خواست که آزادانه توپ را وارد توری دروازه تیم ملی تاجیکستان نماید ولی به او میسر نگردید. در گروه تیم اردن و عراق پی صف می باشد. در گروه بی بازی های انتخابی مرحله سیوم دسته کره جنوبی با لبنان با 10 امتیازی، در گروه سیوم جمهوری ازبکستان با ژاپنیا
در گروه دی باشد استرالیا با 12 خال و عربستان سعودی با 6 امتیاز. در گروه آخرین جمهوری اسلامی ایران با 11 خال و قطر با 9 امتیاز. از همین دسته ها 10 تیم غالب با دو گروه بعدن تقسیم شده از روی سیستم دوری با هم قوا آزمایی میکنند و غالب دو گروه و دو تیم زینه دوم نیز با چمپیونات جهان با برزیل راه خط میگیرند. دسته های زینه سوم با هم سقط میکنند و با یکی از تیم های اوکیانیا رقابت را ادامه میدهند در مرحله پنجم و بعدن غالب با مسابقات قهرمانی جهان 2014 برزیل راه خط میگیرند. و باری اول در تاریخ فوتبال مملکت از دوران صاحب استقلال کشور تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در بازی‌های انتخابی مرحله سوم چمپیونات جهان شرکت می‌ورزد و در حالت آفساید است، یکی از فوتبال‌بازان دسته کره شمالی بله رقم 22 پاک سونگ چول که این رو نیز داور کناری راست میدان تصدیق می‌کند. برای تیم ملی کشور البته بعد از آوردن امتیاز و موفقیت بازی آخرین مرحله سوم ضرور است و برای نفوذ و مقام تیم ملی کشور نیز البته این بازی اهمیت دارد و فرهاد ما احسن میگویم به هنر شایسته این لژیونر تاجیک فرهاد موسیوف. کامیل سعیدوف در رقابت با یکی از فوتبالباز محافظتگران تیم کره پیروز میگردد و اینجا با کمک کامیل سعیدوف الهام آرتیقوف شتاب ولی کمی دیرتر. اکنون محافظتگران تیم کشور این وضعیت رو به آسانی برطرف میکنند. دوران ارگاش ولی دوران کمی به سراسوی منگی راه داد، اشتباه او رو الکای باز دسته حریف ری چول میون یکی از محافظتگران با تجربه مذارت پک نیم چول خوب استفاده میکند. وضعیت مشکل در جریمه‌گاه تیم ملی کشور و دروازه‌بان این دفعه قریب به سراسوی منگی راه دهد و اکنون صاحب سوزان خلوف این وضعیت مشکل رو از جریمه‌گاه خیش رفع می‌سازد و صاحب در نیمه اول نچندان هنرش مشاهده می‌گشت و در قسم دوم الکای مسئولیت را احساس می‌کند و بیشتر تلاش می‌کند که هر لحظه خط محافظت تیم کشور را استوار نگاه دارد. کاپیتان دسته کره شمالی ضربه کنجی می‌زند و باز آنها باری دیگر حقوق پیدا کردند که ضربه کنجی زنند. نه، حالا دروازه بان علیشهر تویچیف آماده است که توپ را با بازی درآورد. حساب برابر است، یک بر یک. در جریان وفوری امروزه هر دو دسته هنری خوب نشان میدهند، هم دسته کره شمالی و گل زده توبی دسته منتخب فوتبال جمهوری تاجیکستان. واقعا گل زحمتی بود و مسئولیت بیشتری فوتبالبازان تاجیک در نیمه دوم بر علا مشاهده میشود. دوستانی ارجمند، مخلصان سرشماری فوتبال، ما لحظه خیلی هم مناسب برای تغییر حساب بود. فتولایف در اکران تیزرای شما این لحظه خیلی هم تلاش ورزیدن. ما گزارشمون را از ورزشگاه 20 سالگی اسقلاتی دولت جمهوری تاجیکستان واقع از شهر باستانی خوجند منظوری شما میکنیم. دقیقه های 83 دیدار بین دسته منتخب تاجیکستان و کره شمالی ادامه دارد. صاحبان میدان دسته منتخب تاجیکستان با لباس های سرخ و مهمانان با لباس های سفید در اکران تیزرای شما هنر نمایی دارند. هرچند که از این واخوری 83 دقیقه گذشته باشد هم، ولی تلاشی هر دو دسته در این واخوری کمتر نمیگردد، چون که هر دو دسته هم از تمامی قوه و امکانیت ها امروز بهری پیروزی، بهری غلبه استفاده میکنند و آمدن سرمربی نو با دسته منتخب تاجیکستان کامل الیسپاخویچ واقعا هم با دسته هنرنمایی دسته امروز در تکنیک و تاکتیکا دادن توپ به یک دیگر فهمی در خط احساس می‌گردد. البته در خطر موفقیت ها نیست، خطاگی ها در بازی امروز نیست احساس می‌شدند، ولی فکر می‌کنم در آینده مربی نو این خطاگی ها را اصلاح می‌کند و فکر می‌کنم
دعوتی باز بازیگران جوان از دیگر کلوب‌های کشور برای رشد فوتبال و برای بهتر هنرنمایی کردن دسته منتخب امکانات بیشتر فراهم می‌آورد. و هرچند که این بازی در جدول اساسی مسابقات تغییرات به عمل نمی‌آورد، ولی تلاش هر دو دسته امروز باعث تاثیر است. اینجا وضعیت خطرناک در نزد دروازه دسته منتخب تاجیکستان. نورالدین داورانوف و کامیل سعیدوف هم میگد کامیل سعیدوف در احاطه دو فوتبال بازی دسته برای شمالی هستند، ولی احسن او خیلی هم خوب تلاش ورزیدند و این لحظه بله از این وضعیت البته خیلی هم خوب فوتبالبازان تاجیک استفاده بردند، هرچند که حمایتگران دسته مهمانان است خیلی هم تلاش دارند برای حمایه دروازه خود، چون که بعدی گل زده اعتم همراه خلوف علاقه تو اندازه حمایتگران دسته کره شمالی می هراسند. حالا باز نورالدین داورانوف در اکران تلویزیون شما همون مدیر دسته منتخب تاجیکستان دامن می آورد. فرهاد واسیوف ضربه این فرهاد بازی از ضربه فتولایف ببینید باید یک کم فتولایف خوی تر ضربه می زدن یا لحظه باید توپ نگاه داشته می شود، چون که علاقه دروازه‌بان مهمانان ریمیان کوک سمت حرکتش رو به طرف چپ آغاز کرده بود و شاید این توپ وارد دروازه می شود. ولی احسن امروز اگر در بازی پیشتره چونین تکنیک و تکتیک رو اگر فوتبال بازان تاجیک نشان می دادن شاید در جدول مسابقات شاید در یکی از زینه‌های بهتری بودن، ولی صد افسوس در بازی آخیر در شهر خورجند باستانی امروز در حقیقت هم دسته منتخب خیلی هم کوشش دارند و هنری والای فوتبال معاصر را نشان میدهند. هرچند که در خط دفاع در نزد دروازه خود در بعضی حالت ها با بعضی خطاهای جدی راه میدهند که این البته خیلی هم در فوتبال مهم است و پیشتر در بیشتر یعنی من عرض کردم که آمدن مربی نو به دسته منتخب بیشتری خطاگی های فوتبال بازان ما مخصوص در نزد دروازه اصلاح شدند، یعنی هرچند که بازی را خوب تشکیل میکردند ولی در نزد دروازه حریف توپ زدن به دروازه خیلی هم برای آنها مشکل بود، در بعضی حالت ها به خطاگی جدی راه میدادند، ولی امروز خیلی هم خوب از مسافه های 50-30 متر فوتبال بازان توانستند ضربه زدند، هرچند که نه همه ضربه های آنها وارد دروازه مهمانان شدند. باز یک شانس یک امکانات دیگر، ولی امروز در حقیقت هم خیلی هم فوتبال زیبا در این میدان ما و شما تماشا کردیم و فکر میکنم که این بازی برای اومویت فوتبال در مملکت و مخصوص در ولایت سرخی امروز چنین یک میدان زیبا ساخته شده است و برای برگزاری شورابینی های بین المللی خیلی هم موفق است و همانو هر دو دسته هم در تکاپو در تلاش هستند برای موفقیت و پیروزی در بازی امروزه و از آغاز این بازی 88 دقیقه گذشته است، ولی در نتیجه بازی باز تغییرات به عمل نامده است، یک بر یک مساوی است. در نیمه دوم قوازمای باز توسط کمبیناسی خیلی جالبی فرهاد واسیوف فوتبال بازان تاجیک توانستند که خط محافظت دسته کره شمالی را با آسانی رخنه نمایند. با فتح‌الله امکانیت مساعد و قلعه به وجود آمد و بسیار افسوس خود مستوره که شاهدی حال بودیم و واقعا امروز ایدی فوتبال یک بازی جالب یک تنتنه و شهامت زیباگی فوتبال باری دیگر در این ورزشگاه انعکاس یافت و مسئولیت فوتبال بازان کشور و کمبیناسیای جالب و انا همان بازی که خیلی خاطرمان برای مخلصان سرشمار فوتبال مملکت است باشد که در میمبده انا تیم ملی کشور مسئولیت زیاد به دوش داشته باشم و هر یکی آنها اگر با درک بلند
و با ذوق و کوشش تام هنر خود را در میدان نشان دهند، می توانند که یک بازی جالب و از این هم مظفریت و موفقیت شایسته را در منبعده نصیب گردند. و بنده احسن با استعداد و هنر فوق العاده فرهاد وصیف می گویم که در هر فرصت، در هر یک لحظه خود را نشان داده توانست، چی در خط محافظت و چی در سمت پیش و در هر یک کمبینیسی تیم ملی کشور سهم گذار بود. و حالا برادر کلونی او دلشاد وصیف که در حیات بازیگران احتیاطی بود به میدان می براید و فرهاد طاهیروف میدان را ترک می گوید. دلشاد نیز خیلی محافظتگر، نیم محافظتگر کناری راست با تجربه دسته کره تاجیکستان است و اکنون دسته کره این نزد و ضربه زد. اکنون در چنین مورد موسایی و قلعی برای فوتبال بازان تیم کشور باز دسته کره شمالی باید که چنین فرصت را از دست نداد و تیم ملی کشور نیز در جریان کوه آزمایی امروزه در وقتی باقی مانده ایلاوگی باید نیز تلاش ورزید که باز ملکه و تجربه هنر خود را پیوسته نشان داد. بازی همانا ادامه دارد و اکنون پک سان چال به هجوم می‌گذرد و صاحب در نیمه اول هنرش نه چندان جالب توجه بود و در قسم دوم آزمایی الکی باز ما مراتبه سیو مشاهده میکنیم که وضعیت مشکل را از جریمه‌گاه خیش برطرف میکند و کاپیتان دسته کره شمالی پک نام چال ضربه کنجی میزند و باز وضعیت مشکل برای دروازه‌بان برای تیم ملی کشور عمان. و اکنون باز ببینید که دسته کره در این مورد باز امکانات را از دست داد و فوتبال‌بازان تاجیک این وضعیت را با مشکلی از جریمه‌گاه خیش برطرف کردند و اکنون باز کاپیتان دسته کره شمالی به هجوم می‌گذرد. بجز محافظتگر تیم کره یان سونگ خیوب دیگر همه فوتبال‌بازان دسته کره نیمه میدان تاجیکستان را اختیار کردند و کوشش تلاش نموده ایستادن که حساب را باز تغییر دهند و فوتبال‌بازان تاجیک نیز امکان برای تیم ملی کشور در نیمه دوم فراهم آمد بعد از کوشش بی‌واسطه خود فرهاد وصیف، ولی فتح الله این امکانیت را نتوانست که با ثمر استفاده کند. و ممکن است این فوتبال است، هر یک اشتباه، هر یک عمل و هر یک کوشش فوتبال‌بازان از مد نظر مربیان ورزیده سرمربی الستاخی دور نخواهد بود و همین طور صدای هشتک داور از انجام بازی امروزه درک می‌دهد. در دوری آخرین مرحله سیومی بازی های انتخابی چمپیونات جهان 2014 برزیلیا تیم ملی کشور دسته کره شمالی را در میدان خود قبول کرد و حساب مساوی یک بر یک انجام یافت. ما گزارشمون را از ورزشگاهی به نام 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان از شهر خوجند ولایت سوخت با انجام رسانیم. با استودیای سیاره تلویزیونی ولایت سوخت برای همکاری به واسطه‌شان اظهار سپاس و تشکر می نماییم. کارگردان فرهاد رحمتوف، شورهان علی شریفوف و رحمتشو عابیدوف این گزارش را به شما آماده کردم تا نشرهای نوبتی برنامه های ما سربلند و پیروز و موفق باشیم.